سلام، من کوروش هستم، وقتتون بخیر. یکی از دانشجویان یک سوال جالبی پرسیده بود مبتنی بر این که وقتی که دایره ما میکشیم، اون دایره در واقع انگار یه چند ضلعیه و وقتی میخوایم یه خطی رو بهش وصل بکنیم انگار که به روی خود دایره وصل نمیشه، چیکار میشه کرد؟ سوال خوبی پرسیدن. اجازه بدید اینجا من با مثال نشون بدم. نگاه کنید، همین الان که من یه دایره دارم رسم میکنم، چند ضلعی بودنش رو داریم میبینیم. انگار مثلا 50 ضلعیه، 90 ضلعیه، یک دایره کامل نیست. بهتون میگم داستان از چه قراره. حتی اینجا هم یه کوچولو داریم شکستگیاشو میبینیم. این به خاطر اینه که اگر دایره کامل بخواد واسه ما رسم بکنه، یه مقداری گرافیک ما رو، سرعت کامپیوتر ما رو دچار مشکل میکنه. واسه همین خودش میاد دایره رو به حالت چند ضلعی میکشه که در واقع لوپولی میکنه که سرعت پردازش بره بالا. اما راجع به سوالشون اینه که میگه من میام یه خطی رو برم دارم، مثلا کوینسیدنت میکنم بر روی دایره. وقتی که زوم میکنیم، بله درست داره میگه، این دایره، خط دایرهمو با نقطه به هم وصل نشده، نقطه این خط. خب علاوه بر بصری حرفش درسته. البته من اینو بگم اینجا نگاه کنین، چون یکی از شکستگی های دایرهمون هستش، این نمیتونه دقیقا روش قرار بگیره. اما زمانی که شما علامت کوینسیدنت رو دیدین، بدونین که کارتون درسته و اتصال برقرار شده. در واقع باید اعتماد بکنین به نرم افزار. اگر ما خیلی خیلی زوم بکنیم، مثلا من هی زوم میکنم و اینو بسیار نزدیک میکنم، در این حالت از دور که میبینیم انگار که بله این نقطه به دایرمون وصل شده. اما میخوام با اسمارت دایمنشن یه فاصله بگیرم، ببینیم اصلا اجازه میده. خب الان شاید بگی که از مرکز دایره چرا داری فاصله میگیری. خب این حالت دیفالتشه، اینم بد نیست که الان یه مرور بکنیم. اگر روی دایمنشنتون کلیک بکنین، در این قسمت شما میتونی بیاین در قسمت آرک کاندیشن بیاین مینیموم رو در نظر بگیرید. اینجا صفره، ولی من روش که کلیک میکنم نگاه کنین، صفر مایه صفر صفر دو، همچنان یک فاصله وجود داره. برای که این داستان به جنوان رخ نده، شما با خیال راحت وقتی اینو ور میدارین، درگ میکنین تا اینجا، ببینین علامت کوینسیدنت اومد. یا کار کلاسیکی هم که میتونیم انجام بدیم، کنترل رو بگیرید با هم دیگه سلکتشون کنین و کوینسیدنت رو بزنید، فرقی نمیکنه. حالا برای اینکه بهتر بتونیم این چند ضلعی بودن این دایرهمون رو که لحاظ گرافیکی داره اینجوری نشونش میده درک بکنیم، اینجا دیگه کاملا مشخصه که این یه چند ضلعیه. خب چیکار کنیم برطرف بشه؟ شما اگه همین الان از این یه رندر بگیری، همین شکلی واسه رندر میگیره و شاید مد نظر شما نباشه. میایم توی آپشن داکیومنت پرپرتیز ایمیج کوالیتی، این قسمت، این هر چقدر بره جلوتر کیفیت بهتر میشه، اما سیستم شما کنتر میشه. وقتی هم که رو محدوده قرمز میارین، داره یه اخطاری میده که به شدت قراره حالا مموری و گرافیک شما رو تحت تاثیر قرار بده که کامپیوترتون یه مقداری کند شه. البته الان که فقط یه استوانه کشیدیم تاثیر خاصی نداره و وقتی من زوم میکنم میبینید که بسیار ترتمیزتر شد اون آرک دایره ایمون. حالا مجدداً واسه اینکه بیشتر تصریح رو درک بکنیم، من دوباره میام تو ایمیج کوالیتی و میارم بسیار حالت لو، که همینجا هم داریم شماتیکش رو میبینیم. یک دایره دیگه بدترین حالتش اینجا یک شیزلیه. مثلا من میارم رو این حالت
اوکی که میزنم دیگه کاملا از دور هم چندلی بودن این کار مشخصه. اما یه خوبی دیگه هم که داره این کار اینه که مثلا من اینو مدل کردم، این سشوارو ببینید یه مقداری کنده واسه لود شدن، هنوز داره لود میکنه، یه کمی کار کردن واسه من دیگه سخت شده. اجازه بدید من بیام این رنگ‌هایی که ببینید حتی واسه سلک کردن متریال این محصول سرعت کامپیوترم گرفته شده. الان اینا رو دیلیت کرد، بذاریم برم رو حالت نمودار درختی. خب من میرم تو آپشن ایمیج کوالیتی، چون آخرین بار داشتم ازش رندر میگفتم اینو گذاشته بودن رو حالت قرمز که کیفیت خیلی خوبی بهم نشون بده. الان که بیارم این بر یه مقدار طول میشه تا لود کنه، الان یه مقداری کار سریع‌تر میشه واسه من. اما اگه زوم بکنم ببینم که اون شکستگی‌های چنزلی بودن و تو این جسممون که حالا منحنی‌های زیادی داره میتونم ببینم. حالا در این قسمتش خیلی اوضاع بهتره، مجدداً حالا بیاییم حتی کمترش کنیم، کاملا مشخص شد. من پیشنهاد میکنم وقتی فایلتون سنگین شد حتما اینو بیارین رو حالت پایین که به راحتی بتونید کار بکنین، مخصوصا برای دانشجویانی که کامپیوترشون حالا پرفورمنس قوی نه کانفیگ قوی نداره استفاده بکنن از این حرکت، و وقتی که کارشون تموم شد یه سیو بگیرن بیان اینجا این حالت رو قرار بدن که بخوان یک دونه مثلا چند تا رندر توی خود استالید بوکس بگیرن. اما اجازه بدین حتی ببینید واسه تغییر این حالت هم کلی داره لود میکنه. الان اگه زوم بکنم میبینی که کار خیلی تمیزتر شده. بسیار خوب. اما خیالتون راحت باشه وقتی که شما اینو دایره کشیدین واقعا فایلتون رو بدین به دستگاه لیزر واسهتون این حالا جسم رو لیزر بکنه، قطعا اینو واسهتون دایره در میاره. یا اگه بخوایم مثلا 3D پرینتش بکنین، من اتفاقا اجازه بدید که یه همچین محصولی رو به این صورت بسازم و یک لیزر کاتی انجام بدیم که شما مطمئن باشید که با اینکه اینجا دارین چنزلی میبینینش ولی این کاملا دایره است و قراره که به حالت دایره اینو واسهتون لیزر بکنه یا 3D پرینت بکنه. من حالا قطعه لیزر شده شو با حالت ویدیو بهتون نشون بدم. خب همونطور که میبینین قطعه‌مون لیزر شده و این دایره‌ای که اینجا ما داریم کاملا دایره است و اون چنزلی بودن توش نمیبینیم، حتی با اینکه قطعه ما خیلی ریزه. پس بنابراین نگران ساخت قطعاتتون نباشید، فقط داره لحاظ گرافیکی به شما نشون میده. خب امیدوارم که جواب سوالتون رو داده باشم و این ویدیوی کوتاه به کارتون اومده باشه. موفق باشید، فعلا خدا نگهدار.